سلام، من شهریار هستم. اینجا پارسی تی وی با برنامه دیگه اومدیم خدمتتون. این دفعه در مورد بازیگران مجرد مرد سینما که بالای 30 سال هستن، پس با ما همراه باشید. پیشاپیش مرسی از اینکه پایین همین ویدیو کانال ما رو سابسکرایب میکنید و با زدن دکمه زنگوله از ویدیوهای جدید ما مطلع میشید و با لایکتون از فعالیت‌ها و کارامون حمایت میکنید. بازیگران و چهره‌های مشهور از محبوب‌ترین افراد جامعه هستند که طرفداران زیادی دارن و شهرت و محبوبیت بخش مهمی از زندگی شخصیشون رو احاطه کرده. شهرت و محبوبیت سلبریتی‌ها در کنار تمام اتفاقات خوبی که در زندگی براشون رقم می‌زنه، شرایط دشواری رو هم شکل میده که بسیاری از سلبریتی‌ها درگیر اون هستن و علاوه بر خودشون، همسر و فرزندانشون رو هم تحت تأثیر قرار میده. بالا رفتن سن ازدواج مسئله‌ای که تو چند سال اخیر با افزایش بیشتری روبرو شده و این موضوع در میان سلبریتی‌ها و چهره‌های مشهور به مانند مردم عادی در حال افزایشه. اگه براتون جالبه که بدونید کدام یکی از بازیگران مرد سینمای ایران با وجود رسیدن به دهه سوم و چهارم زندگی هنوز مجرده، در ادامه این ویدیو با ما همراه باشید و این ویدیو رو تا آخرش ببینید. بالا رفتن سن ازدواج دلایل مختلفی در میان سلبریتی‌ها داره که باید شهرت و محبوبیت رو هم به لیست علت تمایل نداشتن چهره‌ها به ازدواج اضافه بکنیم. در میان چهره‌های مشهور سینما و تلویزیون، بازیگران مجرد زیادی وجود دارند که در این ویدیو به برخی از این بازیگران مجرد مرد اشاره می‌کنیم. محمد رضا گلزار بازیگر، نوازنده، خواننده و مجری سینما و تلویزیون 1 فروردین 56 متولد شد و بازیگری رو با فیلم سام و نرگس ساخته ایرج قادری در سال 79 آغاز کرد و به سوپر استار سینمای ایران تبدیل شد. این بازیگر کشورمون که این روزها علاوه بر بازیگری کنسرت موسیقی هم برگزار میکنه، با وجود داشتن سنی بیش از 40 سال هنوز هم تن به ازدواج نداده و مجرد. بهرام رادان، بازیگر سرشناس سینما، یکی دیگر از بازیگران مجرد مرد سینمای ایرانه که 8 اردیبهشت 58 متولد شده. رادان بازیگری رو از سال 79 با فیلم شور عشق ساخته نادر مقدس آغاز کرد و به یکی از چهره‌های محبوب و مشهور سینما تبدیل شد. اما با وجود ورود به 40 سالگی هنوز هم مجرده. حامد بهداد بازیگر مشهور و محبوب سینما و تلویزیونه که 26 آبان سال 52 متولد شده و به مانند برخی دیگر از سلبریتی ها گویا تمایلی به ازدواج نداره. بهداد برای اولین بار با فیلم آخر بازی همایون اسدیان به دنیای سینما راه یافت و با بازی موفقش در این فیلم نامزد دریافت سیمرغ بلورین جشنواره فجر شد و خیلی زود تونست به عنوان بازیگری پرکار شناخته بشه. پارسا پیروزفر یکی دیگر از بازیگران مجرد سینمای ایرانه که 22 شهریور سال 51 متولد شد و با وجود گذر از مرز 40 سالگی گویا تمایلی به تن دادن به ازدواج نداره. پارسا پیروزفر از چهره‌های تئاتر بود که با بازی در سریال‌هایی چون در چشم باد، سفر سبز، در قلب من و در پناه تو در میان مخاطبان تلویزیون شناخته شد و تجربه‌های متفاوتی رو در سینما با نقش‌های متفاوت کسب کرد. پولاد کیمیایی بازیگر و کارگردان سینماست که 23 تیر 59 متولد شد و در 40 سالگی هنوز تن به زندگی متأهلی نداده و مجرده. پولاد پسر مسعود کیمیایی کارگردان مشهور سینمای ایرانه که بازیگری رو با فیلم سرب به کارگردانی پدرش آغاز کرد و این روزها علاوه بر بازیگری کارگردانی هم میکنه. حامد کمیلی یکی دیگر از بازیگران سرشناس سینما و تلویزیونی که 14 تیر 61 متولد شد و در مرز 40 سالگی هنوز هم مجرده. کمیلی بازیگری در سینما رو با فیلم تردید در سال 1387 آغاز کرد و علاوه بر سینما در تلویزیون و تئاتر هم مشغول فعالیته. بهرنگ علوی
بهرنگ علوی بازیگر سینما و تلویزیون کشورمان 1 فروردین 59 متولد شد و در آستانه 40 سالگی هنوز هم مجرده و خیال تشکیل خانواده هم نداره. بهرنگ علوی بازیگری رو با تئاتر آغاز کرد و سال 70 برای اولین بار روی صحنه رفت و در سینما و تلویزیون نقش‌های متفاوتی رو هم ایفا کرد. از جمله اونها میتوان به سریال 8.5 دقیقه، معمای شاه، قفسی برای پرواز، هوش سیاه، بر سر دوراهی و نردبان آسمان اشاره کرد. مصطفی زمانی. مصطفی زمانی بازیگر سریال یوسف پیامبر 30 خرداد 1361 متولد شد و در سالهای نزدیک به 40 سالگی هنوز هم مجرد و خیال ازدواج به سرش راه نداده. مصطفی زمانی بازیگری رو با سریال یوسف پیامبر آغاز کرد و اولین بازی او در سینما مربوط به سال 88 و فیلم سینمایی آل است. بازی در نقش فرهاد دماوندی در سریال شهرزاد از ماندگارترین نقش‌های کارنامه هنری اوست. پندار اکبری. پندار اکبری بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون 14 آذر 61 متولد شد و با عبور از مرز 35 سالگی هنوز هم مجرد و تشکیل خانواده نداره. پندار پسر عبدالرضا اکبری بازیگر کشورمونه که تجربه بازی در سینما و تلویزیون و تئاتر رو از سال 63 تا به امروز در کارنامه هنریش داره. امیرحسین آرمان. امیرحسین آرمان بازیگر سینما و تلویزیون کشورمون 14 آبان ماه 61 متولد شد و در سالهای نزدیک به 40 سالگی هنوز هم مجرده. امیرحسین آرمان بازیگری رو با فیلم ازدواج به سبک ایرانی در سال 83 آغاز کرد و بازی در سریال کلاه پهلوی اولین تجربه بازی او در تلویزیون بود. سیاوش خیرابی، نوید محمدزاده، دانیال عبادی، امیرعلی دانایی و خیلی دیگه از بازیگرای کشورمون هستن که با عبور از مرز 30 سالگی هنوز هم تصمیمی برای متأهل شدن ندارن و گویا این تصمیم هم حالا عملی نخواهد شد. مرسی از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید. لطفاً نظرات خودتون رو پایین همین صفحه با ما به اشتراک بگذارید تا ما اونا رو تو ویدیوهای بعد ترتیب اثر قرار بدیم. تا ویدیوهای بعدی، خدایا رو نگهدار شما.